یه مدتی هم معتاد به تریاک شده بودی. بسه. آقا پرتغال فروش رو یافتیم، تقصیر یونس بوده. دروا شد مسعود اومد. مردم تو ذهنشون بله، که بله، بله. رابطه این دو نفر چی میتونه باشه؟ بله. از کنسرت بلند میشه، از اصلا کنسرت بلند میشه میدن عصبانی که چرا داری اینجوری سر خودش میدی؟ کی نگه داشتی اینو؟ کی متوقف کردی این کارو؟ خودت کردی یا ناچار شدی بکنی؟ به بلوغ رسیدی؟ نه رسیده بودم ولی پیدا نمی کردم. یه اشاره گذرایی کردی به اینکه یه مدتی هم مبتلا یا معتاد به تریاک شده بودی. در این دورانی که از ایران خارج شدی و وارد امریکا شدی، 21 سال اخیر کی تونستی خودتو پاکیزه بکنی؟ من تو ایران خودم پاکیزه. درسته؟ چرا همه تصورشون این بود که مثلا یه آقای از دوستان خودت هم هست و بسیار مرد نازنین، دکتر شمسیان، فکر کردم او کمکت کرده برای اینکه؟ نه. نه؟ من زمانی که از مصداقی جدا شدم بکش گذاشتم، پشت این که بکنم خودم، برای اینکه من اهل این ماده نبود، چیزی که منو تخدیر بکنه و از زندگی ساقطم بکنه، منو اذیت بکنه. یه مدت دارو خوردم و گذاشتم پشت تنیس بازی کردن و اسکی رفتن و ورزش میکردم و دو سالی کاملا تمیز بودم تا اینکه با مسعود کیمیایی باز این اتفاق برام افتاد. هیچ کدومم خواسته نبود، همش ناخواسته بود. خدا وکیلی خیلی کلیشه‌ای این حرف، اینو همه میگن. فقط به خاطر اینکه پای منقلشون باشم درگیر شد. یکی پوری بنایی، یکی هم گیتی. هر دو رو میگه دوستشون بودی باشون، ولی هر دو رو با همسرشون ازدواج کردی. یعنی با پوری بنایی نامزد به روز وسوقی بود، گیتی هم که همسر کیمیایی بود. چطوری ما ارتباط دوستیتون رو با این نگه داشتی؟ من زمانی که با بهروز دوست شدم در واقع، از پوری جدا شدم. من توی ایتالیا بهروز رو وقتی دیدم داشت میرفت پاریس، فکر میکنم با یک خانومی قرار داشت، فکر میکنم، مطمئن نیستم. من سر پوری با بهروز یه درگیری لفظی پیدا کردم و باهاش قطع رابطه کرده بودم به طور کل، ولی وقتی جدا شدن پوری رو مدت ها ندیدم، بهروزم که اصلا نمیدیدم. توی جشنی که علی عباسی برای حسن کچل گرفته بود داشتم میخوندم، بهروز اصلا از سالن رفت بیرون. یعنی انقدر ما درگیر بودیم. ولی توی ایتالیا چون به هر حال من مدت ها به سال یک سال خورده بود تو ایتالیا داشتم، تو روم زندگی میکردم، یه ایرانی دیدن اونم به روز وسوقی خب برای من مغتنم. همین که قربانی هرچی پول در آورده بودیم تو قمار باخته بود و پول هتل جورسنگ رو نداشت بده و اینا رو گروگان گرفته بودن چمدونا رو. چرا کسافتکاری رو سر گردن من و فرزند رو بیندازی؟ برو خجالت بکش زن، این کسافتکاری ها دست بردار. بسه. از اون به بعد من دیگه بهروز رو ندیدم تا تهران که بودم نمایش خصوصی یکی از فیلماش بود که دعوتمون کرد منو قربانی رو و قربانی قبول نکرد، نرفتیم. بعد از اون دیگه من
هر از گاهی با بهروز در ارتباط بودم تلفنی، چون توی روم وقتی باهاش درد دل کردم که محمود چی بلاهایی سرمون آورده که یه چند تا شمش رو خودش دیده بود زمانی که با پوری زندگی میکردن، به هم گفت که هر وقت تهران اومدی هر مشکلی بود به من بگو، به زنگ بزن، من کاری از دستم برمیادم. یه پشتگرمی برای من شد و از اون به بعد پشتگرمی من بود. گیتی رو بعد از انقلاب دو بار دیدمش، یه بار منزل ناصر چشم‌آذر، یه بارم تو پیست اسکی دیزیند، و هر دو بارم مسعود کیمیایی اون گوشه ها وایساده بود باهاش یه سلام علیک کردم. من مسعود رو سر فیلم گوزن‌ها که یه بار اومد خونم ولی با من کاری نداشت، با فرامرز غریبیان اومدن سر دکوپاژی که کرده بود برای روز بعد فیلم برداری داشتن، یه بارم من رفتم سر فیلم برداری که خیلی برخورد تلخی با من شد، مثل اینکه مثلا گفتن بای آخه گوگوش برای کسایی که یه ذره سرشون بخورم سبزی میده چیز بودن، دوری میکردن، اصلا مثل این که جزام بود، مثل این که افت داشت براشون. این گذشت تا من رفته بودم استودیوی هدایت فیلم، یکی از اقوام به اصطلاح اقوام دوستی بود که مثل قموخیشم بود، رفتم پیش اون که یه نامه بنویسم به هم کمک کنه این نامه رو ببرم وزارت دارایی بتونم سند خونم رو بگیرم. یونس به من گفتش که کیمیایی پای تلفنه میخواد با حرف بزنه. فهمیدم که یونس بهش گفته گوشم اینجاست. خب چه کاری بود؟ آقا پرتغال فروش رو یافتیم، تقصیر یونس بوده. گوشی رو گرفتم و سلام احوال پرسی، چطوری، خوبی؟ گوشی دستت، گیتی میخواد باهات حرف بزنه. حالا گیتی چند سال رفته آلمان پناهنده شده ولی گویا جدیدن اومده بود ایران. گفت باید ببینیم همدیگر رو. گفتم حتما. یه روز که از همین روزا که کاری نداشتی میام دیدنت. گفت نه همین امروز. گفتم الان که نمیتونم، بذار یه وقت دیگه. گفت نه همین الان. دیدم آدرس نزدیکه و پاشدم رفتم و بالا هرچی در زدم مشکی در رو باز نکرد. اومدم پایین گلو دادم به کنسیر، یه یاد داشتم گذاشتم که گیتی جون اومدم نبودی، رفت میرم انشالله یه فرصت دیگه هم دیگر ببین. اومدم خونه نشستم، ساعت 8:09 بود، دیدم نگهبان ساختمون در میزنه. چیه؟ گفت یه خانومی اومده دم در میگه من گیتی پاشایی هم، چطور منو نمیشناسین؟ گفتم ای بابا صداش کن بیا تو. خلاص اومد تو، گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم بابا من که اومدم در خونه تو نبودی. اومدم در خونه تو. گفت پاشو بریم. گفتم الان دیگه دیره، ساعت 10 شبه. گفت نمیشه، پاشو. هیچ، پاشودم و ماشینم هم نذاشت بیارم، خودش سوارم کرد با ماشین، منو برد خونش. هیچ کی هم نبود خونه. نشستیم و از آلمان گفت برام، از اوضاع احوالش گفت برام، از من سوال کرد. داشتیم گپ و گفتمانی داشتیم، ساعت نزدیک 12:11 بود، در وا شد، مسعود اومد.
سلام بخت اینجا قربونت رو بوستیو. من تجربه چون مسعود با من انقدر صمیمی نبود، ولی اون شب خیلی با روی باز با من سلام علیک کرد. ساعت نزدیک 1:30 بود، گفتم دیگه گیتی جون من یه آژانس صدا کنم من برم. گفت نه آژانس چیه؟ مسعود میبردت. مزاحم نشدم. مسعود منو برداشت برد در خونم رسوند، بعد گفت فیلمای بعد انقلابمو ندیدی؟ گفتم نه. گفت من برات میارم یه سری هم فیلم میارم ببین. مرسی خدافظ. از اون روز این هر وقت از در خونه من رد شد فیلم آورد گذاشت دم در، تا گیتی که باش خدافظی کردم و یه چند روز بعدش گفت دارم میرم، داشت برمیگشت آلمان. وقتی هم که باش حرف زدم خدافظی میکردیم گفت مواظب مسعود باش، تنها نذارین هم دیگر رو، این روزا مثلا تنهایی خوب نیست. مریض بود اون موقع؟ مریض بود. یعنی سینه‌شو عمل کرده بود، شیمی درمانیش هم کرده بود، ولی آروم گرفته بود. چند روز بعد مسعود زنگ زد که من فردا شب دارم میرم پیش لاچینی، فریبرز لاچینی، برای موزیک فیلم، میخوام بیام ببرمت. گفتم فردا نمیتونم، فردا تولد برادرمه. باشه یه وقت دیگه. گفت پس میندازم پس فردا. پس فرداش اومد منو برداشت با یه مقدار فیلم گذاشت، منو برداشت برد خونه لاچینی، و من بعد از سالها رفتم پشت میکروفون. اون شب برای من خیلی شب فراموش نشدنی بود و خیلی ممنون کیمیایی شدم. یه روحیه‌ای بهم داده شد، یه حال دیگه پیدا کردم. از اون به بعد مسعود می اومد برای من فیلم می آورد، می رفت می اومد. دوست شدیم با هم و یه روز خبردار شدم که گیتی داره برمیگرده یا برگشته، و حالش هم خیلی بد بود که مسعود ماشین منو گرفت، باهاش اکسیژنای گیتی رو می برد و می آورد. چند روز بعدم وصیتش رو گفت و رفت، فوت کرد. و همون روز مسعود دست پولاد گرفت و آورد خونه من، و همین شد که پولاد موند خونه من، پدر و پسر موندن میشه. بعد ازدواج کرد؟ بعد ازدواج کرد. پس اصلا تمام این اتفاقات بعد از مرگ گیتی اتفاق افتاده. یکی از دلایلی که زیاد در این موضوعات خیلی خیلی شخصی صحبت نمی‌کنم اینه که قضاوت رو میسپارم به خودتون. همیشه همینطور باید باشه، همیشه باید ببینید بشنوید و خودتون قضاوت کنید. اما سعی می‌کنم اینجا صحبتی نکنم، چون واقعا آدم اطلاعی نداره و اگه جای آدم حرف نزنه بهتره. دو تا اشتباه بزرگم که یکی انتخاب ازدواج اولم بود، باز میخوام بگم اونجا هم چاره نداشتم، داشتم از یه زندگی فرار میکردم، و اولین کسی که بهم پیشنهاد کرد رفت. دومیش نمیخوام بگم من اشتباه کردم که رفتم ایران، برگشتم ایران زمان انقلاب. فکر میکنم باید این کارو بکنم، چون اگر میموندم گفتم برای آره. میدونم که روزگار خوبی نمیداشت. با همین چیزایی که شنیدم ازت منم فکر میکنم تصمیم درستی گرفتی، اون نباید جزو تصمیم های اشتباهی. شما رو نمیدونم، ولی من احساس میکنم این جوجه ها خانم سرشار دنبال یه جواب خاصی میگرده. اون کار اشتباهی نبود که انجام دادم. دومین پشیمونیم دوره‌ای که با
آسمانی همکاری داشتم. به نظر من تاریک ترین و ضعیف ترین نقطه زندگی خانم آتشین همین گفتگو با خانم سرشاره، یعنی تاریک ترینشه. من فکر میکنم اگر یک کسی میخواست دشمنی هم بکنه نمیتونست تا این حد ضربه بزنه. تاریک ترین بخش زندگی خانم آتشین همین گفتگو. من میخوام به هما سرشار بگم شما نسلی هستید که مربوط به قبل از شورش 57 یا انقلاب 57 اسم شرک است. شما نسلی هستی که مربوط به اون دوره ای. اون دوره مردم ما آزادی داشتن، آگاهی نداشتن. اما همای سرشار امروز مردم آگاهی دارن و آزادی ندارن. شما خیلی مردم رو دست کم گرفتی. شما به شعور مخاطب توهین کردی. شما فکر کردی اگه بشینی جلوی دوربین دیگران رو همه رو از دم، حتی فرزند ایشون دیگه. این ظالمانه ترین بخش این گفتگوه. میدونی من دل خوشی از کامبیز ندارم، ولی ظالمانه ترین بخشش همین بخش فرزندش بود. و این رفتار جلوی دوربین که تمام دوستان، تمام همکاران رو، همه کسانی که ممکنه در آینده بتونن کمکی به ایشون بکنن رو هدفمند از ایشون خواستین دور بکنین. چرا؟ برای اینکه تنها بمونه و در دست گروه تبهکار هر کاری میخوان باش بکنن. بله، من مردم تو ذهنشون بله، 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 رابطه این دو نفر چی میتونه باشه؟ من رابطه چه... من با ایشون یک رابطه رفاقت خالصانه بوده، مردونه رفاقتی پاش ایستادم، هر کاری هم از دستم بر اومد براش کردم. من یکی از افتخارات زندگیم اینه که با گوگوش کار کردم. ولی علی جان اینا مقصر من نیستم. اگر شما جای مهرداد بودی قبول نمی کردی؟ چرا؟ می کردی دیگه. اگه آقای منصور جای من بود نمی خوند با ایشون؟ چرا؟ صد در صد. آقای شهرام سلطی بود چی میگم؟ میگم نه عزیزم بذار فکر کنم. من چند تا اسم میخوام بگم، دلم میخواد که اصلا هر کدومشون رو با یک تا دو جمله تعریف کنی برام. زویا زاکاریان، رفیق سالای دور. بابک امینی، گیتاریست فوق‌العاده. رها اعتمادی، بسیار مهربون و دوست داشتنی و هنرمند. حالا یه نگاهی بندازیم به چهار ازدواجی که کردی، در مورد اونا سوال کنم. محمود قربانی، انتخاب آدمی که من اشتباهی فکر کردم یکی دیگه است. بهروز وثوقی، بازیگری فوق‌العاده‌اش. همایون مصداقی، همایون مصداقی رفیق خوب، شوهر بد. کیمیایی، مسعود کیمیایی. برای من مسعود کیمیایی یک انسیکلوپدیای خوبی بود، ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. بابا خانم شما زدی ارو طرف با وافور ببخشید با تریلی رد شدی. آدم از کسی که خیلی چیزا یاد میگیره اینطوری رد میشه روش؟ نمیدونم والا. اما متاسفانه یک سری شاید اینطوری بشه گفتش که کارگردان و نویسنده و فهیم. گمان نمیکنم دیگه دلت بخواد ازدواج کنی. نه. به انگلیسیش میگن مریج متریال، یعنی کالای ازدواج. نیستی؟ من نیستم. تقصیر کسی هم نیست. نه، من گوگوشی که هر کدوم از کسانی که اسم بردی
گوگوش رو میخواستن. گوگوش نمیتونه کالای ازدواج باشه. شاید اگر فائق بودم فقط شاید انسان‌های درست‌تری رو انتخاب میکردی. به قول شما من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که خیلی فائق عاقله. درگیر گوگوش رو دادی. درگیر گوگوش رو به همین دلیل هم عقل رو حسابی نگه داشته، مجبور نگهت داره. مگه گفتی دیگه گوگوش داری میکنه کار آسونی. فائق آتشین از گوگوش راضیه؟ امروز بله. امروز بله؟ امروز بله. سلام ها رو بهش میرسونی؟ حتما. مرسی. مرسی از تو. به سلامتی. دوستان عزیزم خیلی خیلی از شما متشکرم که همراه من بودید. مثل همیشه حمایت‌های شما رو میبینم، ممنونم ازتون. امیدوارم هر جا که هستید همیشه سلامت باشید. شما میتونید با اسکن کردن این کد روی صفحه من رو از طریق همه سوشال میدیاهایی که دارم دنبال بکنید. یادتون نره میتونید همچنین از طریق اینستاگرام پیج نیما NEMA_music من رو دنبال بکنید تا در ارتباط باشیم. ممنونم. مراقب خودتون باشید. شما رو به طبیعت می‌سپارم. خدا نگهدار.